خب تو ادامه جاوا اسکریپت 6 میخوام در رابطه با آبجکت ها صحبت بکنید میدونید که جاوا زبانی نبودش که همه بخوان به صورت آبجکت اورینتد یا زبان شیرا بهش نگاه بکنن ولی این روزا با جاوا اسکریپت 6 و اکما یا همون جاوا اسکریپت 6 و NPM همه دیگه دارن از کلاس استفاده میکنن و آبجکت اورینتدش دارن میکنن مثل تمام پکیج که شما توی NPM دارید می حالا توی اکمو اسکریپت 6 چند تا یا ایمپروومنت یا یه جورایی به برای آبجکت اومده ایمپروومنت یعنی یه چیزایی که بهتر میکنه آبجکت رو object ها رو یکی هست اسمش آبجکت شورت هند هست یکی متد هست یکی آبجکت دیسترکترینگ هست شروع میکنیم از آبجکت شورت استفاده میکنیم که توضیح بدیم به شما فرض بکنید که ما یک فانکشنی داریم و این فانکشن ما اسمش هست مثلا گت پرسن و این گت پرسن هیچ آرگیمنتی نداره به این صورت ولی داخل بادیش دو تا وریبل داریم یکی وریبل let مثلا name حالا اسم خودمون میذاریم امیر و میدونید که مثلا اگه ما میخواستیم یک وریبل دیگه درست بکنیم میتونستیم مثلا یک وریبلی به این صورت درست بکنیم یا اینکه میتونستیم چیکار بکنیم این ایج رو از اینجا برداریم ببریم اینجا یه ویلول بذاریم به این صورت قرار بدیم جفتش هم میشه ولی برای اینکه بهتر شما ببینید من اینا رو داخل یه لاین دو تا لاین قرار میدم اگه ما میخواستیم اینا رو به صورت آبجکت درست بکنیم چیکار میکردیم داخل جاوا یا اکما 5 میومدیم ریترن میکردیم و بعد اینجا داخل ریترن میگفتیم که چی میگفتیم که میدونید که اگه میخواستیم این دو تا وریبلی که ما بالا داریم به صورت آبجکت در بیاریم بعد میمدم پایین میگفتم که خب نیم رو دو نقطه بذار با نیم این بالایی نیم بالایی و بعد مثلا ایج رو مساوی بذار با ایج حالا اینجوری ما ویلکول بذاریم اینجا بهتره ایج رو مساوی بذار با ایج یا آبجکت ایج به این صورت و خب اینا رو به صورت آبجکت به ما برمیگردونه توی اکماسکریپت 5 ولی تو اکماسکریپت 6 دیگه شما احتیاج نیست که این کار رو انجام بده حالا بذارید من یک بار اینا رو کانسول لاگ بزنم uh, و بعد میگم که get و بعد میگم که مثلا دات نیم ببینیم اینا رو برمیگردونه یا نه برای اینکه اینو امتحان بکنیم uh, همه رو سلکت آل میکنم میام اینجا پیست میزنم ران میزنم و بعد ببینید که امیر رو اینجا به من برمیگردنه پس اینطوری میتونستیم ما به آبجکت دسترسی پیدا بکنیم درسته ولی توی جاوا اسکریپت 6 یا اکما اسکریپت 6 میگه که من دیگه وقتی به من میگی نیم دیگه من احتیاجی نیستش که دیگه اینو بذاری میتونی اینو ریموو کنی از اینجا تا اینجا رو میتونید ریموو کنید به این صورت و میدونید که اگر من بخوام این رو کپی کنم و همه رو بیام اینجا پیست بزنم وقتی ران بزنم میبینید که الان امیر به من برمیگرده پس این خیلی به میتونه خوب باشه به خاطر که ای فردای پس فردای شما ویو رو یاد گرفتید میدونید که اگه بخواید هر سری یا هر بار بخواید این کار رو انجام بدید یه درد بزرگه و خب خوب به وقت شما رو خیلی میگیره این یکی از آب بهش میگن آبجکت شورت هند اگر اینا رو دیدید دیگه متوجه خواهید شد که توی جاوا اسکریپت نوشتن این یعنی این نیمی که ما اینجا نوشتیم منظورمون این بالاییه فقط ما اینا رو اینطوری خیلی هم بهتره من از اکماسکریپت 6 خیلی خوشم میاد چون داره جاوا مثل زبان دیگه میکنه من اگه می مثلا تو اکماسکریپت 5 مینوشتم نیم مساوی با نیم خب می گفتیم این نیم که این بالاییه خب این دیگه چیه خب من نمیدونم که این نیم ولی تو اکماسکریپت 6 اینجوری کار میکنه این نیم برابر با این یکیه این بالاییه یعنی این داره اینو اشاره میکنه این وریبلیه که ما داخل یک آبجکت ساختیم یه وریبل گلوبالی هست که اینجا ساختیم ولی الان این به این این حالت این میگه که خب اینو بردار این دو تا پرانتز هم اینجا دو تا آکولاد هم داریم اینجا میبینیم میگه اینو بردار به صورت آبجکت تبدیلش بکن حالا در رابطه با متدها بذارید صحبت بکنیم فرض بکنید که ما این نیم داریم ایج داریم اینجا کاما میذارم من داخل یک 5 ما ف... فانکشن ها رو چجوری فرض یک فانکشن داشتیم نام گریت من اگه دو نقطه بذارم اینجا خب ما فانکشن ها رو داخل اسکریپت 5 چجوری می‌نوشتیم می‌نوشتیم فانکشن و بعد آرگومنت نمی‌نوشتیم داخل این فانکشن می‌اومدیم چیکار می‌کردیم مثلا می‌نوشتیم return return مثلا می‌گفتیم که مثلا سلام فاصله و بعد یه بعلاوه می‌ذاشتیم و بعد می‌گفتیم که this و بعد دات نیم دس یعنی این آبجکت دس یعنی این آبجکت از اینجا تا اینجا خب من get پرسن رو الان از اینجا نیم رو برمیدارم و بعد اینجا میام تایپ میکنم گریت پرانتز باز بسته که این فانکشنه و کپی میکنم و اینجا میام برمیگردم اینجا پیست میزنم ران میزنم و که نوشته سلام امیر درسته؟ به خاطر اینکه ما فانکشن داریم از اینجا میگیریم و داریم نشون میدیم حالا توی اکماسکریپت 6 چجوریه توی اکماسکریپت 6 به این حالته که اولا که ما این فانکشنه که داریم اینجا میبینیم احتیاج نداریم خب شما اشتباه نکنید نگید که برای اون چیزایی که داخل آبجکت هست دیگه ما نمیایم این فانکشن رو برداریم و بعد بیایم چیکار بکنیم به این حالت تبدیل بکنیم این کار نخواهد کرد خب حالا ببینیم کار خواهد کرد یا نه ببینیم اگر کار کنه متوجه میشید که زبان جاوا خیلی عجیب است ران می کنیم. می که سلام جی اسپین آتپوت می بینید اصلا نیمی که اینجا داره برمیگردن به شما اصلا متوجه نمیشه که چیه حالا بذارید به این صورت تبدیل بکنیم بگیم که گریت این این حالتیه بودش که شما فکر میکردید میتونید انجام بده درسته ولی به این به این حالت نیستش ساده تر از اینه ما میتونیم گریت رو اینجا برداریم خب اینو هم برداریم از اینجا و وقتی که این دوتا رو برداشتیم دیگه هیچ کار دیگه احتیاج نیست قرار بدیم یعنی اون حالتی که شما فکر میکردید نیست به این حالته داخل یک آبجکت آبجکت منظورم چیه یعنی کلاس مثلا کلاس امیر داریم و بعد داخل این آبجکت ما نمیام که یک فانکشن دیگه بذاریم بزنیم مقدار ریل استیت بدم به شما نمیام مثلا این پایین بگم که مثلا فانکشن مثلا فانکشن مثلا اسمش رو و بعد اینجوری بکنم خب اینجا دیگه این فانکشن رو من از بین میتونم ببرم به این صورت و بعد خودش میفهمه که این چیه به خاطر همین هم که داخل آبجکت های جاواسکریپ کنسترکتر داریم به این صورت که چند تا وریبل قرار میگیره پس میدونید که متوجه شدید که کی میتونید آبجکت رو به کار ببرید و به این صورت حالا بذارید اینا ببینیم ران میشه یا نه اینا رو همه رو من به پیست میزنم کلیر میزنم ران میزنم و بعد میبینید که داره اجرا میشه این اولین فانکشنی هستش که این چیزی هستش که امپروومنتی هست که داخل متد قرار بدیم حالا اینو که تبدیل کردیم خب بیاید اینم تبدیل کنیم دیگه اولا که بک تیک میذارم اینجا اینجا هم بک تیک میذارم اینو برمیدارم اینو بر میدارم از اینجا تا اینجا رو میذارم داخل اکولاد و بعد یه دلار ساین میذارم پشتش این میشه چی جاوا اسکریپت یا اکما اسکریپت 6 وقتی کلیر میزنم ران میزنم میبینی که دوباره داره اجرا میشه پس اینا چیزهایی هستش که در رابطه با آبجکت بعد مد نظرتون قرار بدهید حالا بذارید یه چیزی دیگه هم داریم بذارید من که بهش میگن آبجکت دی بهش میگن به این صورت حالا من اینا رو همه اینجا تا اینجا پاک میکنم کنسول دا لاک بذارید باشه چون ازش خیلی استفاده خواهیم کرد بخواهم یه چیزی رو پرینت بکنیم از اینجا تا اینجا رو ما فعلا ریموو میکنیم فرض بکنید که حالا ما با این ایده ای پرسون بذارید دوباره برگردیم که میخوام همه چی ساده باشه یه پرسون رو مساوی قرار میدیم با این وریبل به صورت یک آبجکت قرار میدیم میدونید که متد رو میتونیم به صورت آبجکت تو جاوا فقط با این تعریف میشه یعنی آکولات. خب یه وریبل پرسون داریم که میگه که نیمش مساوی با مثلا دوباره همون امیر و بعد میایم یه ویرگول میذاریم و بعد میگیم که ایجش مثلا مساوی با 30 خب به این صورت اگر من بخوام اینا رو به صورت اینا رو این وریبلی که من بالا دارم و اینا رو که همه این پا، پا، بالا دارم رو به صورت دو تا آبجکت جداگونه در بیارم چیکار میکنم میام اینجا می let و بعد می داخل پرانتز می نویسم name virgul age فقط من این دوتا رو میخوام مساوی پرسون قرار بده پرسون قرار بده و بعد الان اگه من بیام مثلا نیم رو اینجا پرینت بکنم میدید که الان به صورت وریبل برگرده شد میدید چی میگم بذارید یه بار دیگه بگم این پرسونی که شما اینجا دارید میبینید آبجکته خب و بعد دو تا به این صورت وریبل من اگه بخوام به اینا دسترسی پیدا بکنم باید چیکار بکنم باید بیم اینجا تایپ بکنم پشت اینا و پشت این تایپ بکنم چی پرسون دات درسته اگر من این رو بخوام به شما نشون بدم و بعد بگم که اینا رو بخوام اینا رو پرینت بکنم بعد این کار رو انجام بدم یعنی اینم لازم نیست به این صورت درسته اینا رو میاد برای من پرینت میکنه یه دونه این دوتا دسترسی به اینا به این صورته ولی این کاری که من دارم اینجا انجام میدم میگم دو تا وریبل جداگونه درست بکن و اونو مساوی با پرسن قرار بده این میفهمه که این نیمی که من اینجا بخوام درست بکنم میاد اینو اساین میکنه به این نیم، این ایجی که من اینجا دارم اینم میاد ساین میکنه به این ایج میفهمه که وقتی من دارم میگم پرسون یعنی اینا این دوتا رو اکسترکت میکنه از این و بیرون و من الان تنها دیگه نمیگم پرسون دات نیم اینجا فقط تنها میگم نیم اینجا خودش میفهمه که منظورم چیه پیست میکنیم اینجا ران میزنیم و بعد اینجا میبینید که داره امیر رو به من برمیگرده اگر من بیام بگم که ایج این رو هم به من برمیگردونه بذارید از همینجا دیگه برگردونیم ران و بعد میبینید که سی رو برمیگرده این گفتم باز خیلی کاربرد داره توی پی اچ پی جوریه. فرض بکنید که این زبان پی اچ پی حالا داریم توی زبان جاوا اسکریپت اینجا استفاده میکنیم ممکنه سینتکسش فرق کنه توی پی اچ پی یک فانکشن هست به نام اینجوری extract که ما داریم توی پی اچ پی یه وریبل به اصطلاح یک آرایه میگیره میگه که نیم و بعد میتونیم ویرگول بذاریم بگیم که مثلا میگیم که نیم به اینجوری تعریف کردم یک کی و ولیو یه نیم و بعد اینجا میگم که امیر و اگر من بخوام اینو رو پوت بکنم اینو چه جوری برمیگردونه اگر مثلا بگم که نیم رو به من برگردون اون موقع به من چی برمیگردونه مثلا امیر برمیگردونه به این صورت درسته پس میفهمه که وقتی میگیم اکسترکت داخل پی اچ پی نیم رو به صورت یه وریبل در در صورتی که اینجا یه دونه داخل آرایی است یک کلید داخل آرایی است و این استرینگ داخل آرایی است میاد اینو به صورت وریبل تعیین میکنه و بعد امیر رو به این صورت میذاره اینجوری این داخل PHP، یه همچین کاری هم داخل جاوا الان میتونید انجام بدید حالا داخل ایجکس فرض بکنید که ما کاربرد این چیه ایجکس فرض بکنید ابجکت ایجکس دارید که ما داخل ایجکس مثلا میخوام که یک فانکشنی داشته باشیم که به نام دیتا داخل این دیتا یا مثلا get دیتا به این صورت و این آرگومنتی که ما اینجا داریم نمیخوایم مثلا میخوام چیکار بکنیم برش داریم و اگر ما بخوایم که این به اینا دسترسی پیدا بکنیم داخل پارامتر داخل داخل, داخل، معذرت میخوام داخل آره دیگه داخل های همون پارامترها میان به این صورت می نویسیم مثلا می نویسیم مثلا قبل از اینکه تعریف کنم برم پایین اینجا برای شما بنویسم مثلا اینجا میخوام چیکار بکنیم بگیم که get data رو ازش استفاده بکن و بعد داخل این get data یک آکولاد اینجا باز بکنیم یا مثلا object اینجا باز بکنیم و بعد بگیم که name مثلا دو نقطه مثلا امیر فرض بکنید که مثلا age دو نقطه 30 مثلا مثلا result result دو نقطه مثلا یه آرایه مثلا مثلا به نام فو مثلا بار و مثلا میتونیم یه دونه دیگه هم تعیین بکنیم که اسمش باشه کاونت مثلا 25 مثلا اینجا هم ویرگول بذارید نذارید هیچ اشکالی نداره چون آخریه ولی تمنه خوبیه بذارید چون این فردای پس فردا یادتون میره حالا اینا رو هم برای بستیم اگه من بخوام ازش استفاده بکنم چیکار کار میکنم میتونم بیام اینجا به این صورت این get data رو داریم که پارامترها رو برمیداره برای من نشون میده میتونم بیام اینجا بگم که فقط از مثلا result استفاده بکن و همینجور از مثلا count به این صورت count و تنها کاری که میگم برای من انجام بده بیا اینا رو برای من پرینت بکن کنسول لاگ مثلا result که ما اینجا داریم و بعد count که اینجا داریم میتونیم اینجا کپی کنیم اینجا پیست بزنیم خب اینا رو اگر من بیام اینجا کپی کنم و بعد بیام اینجا پیست بکنم نتیجه چی خواهد بود ران بزنم میبینی که داره برای من ریزالت رو نشون میده و بعد کاونت رو نشون میده ریزالت این اولی است count هم این دومی است در صورتی که ما ایج هم داریم و بعد نیم هم داریم پس به این صورت داره نمایش میده خیلی خیلی کاربرد داره که میتونه آبجکتتون رو از دا مثلا داخل Ajax مثلا چی بگید بگید که داخل Ajax میدونید که همیشه یک دیتای رو باید پس بکنید دیتاهاتون رو به صورت جیسون میتونید پس بکنید میدید که جیسون به این حالت هست آبجکت هست و بعد بهش میگن کی ولیو آبجکت و بعد میتونید چیکار بکنید اینجوری ازش استفاده بکنید حالا من اینجا پرینت کردم ولی میتونید ازش استفاده بکنید در که دیتا هاتون میبینید به صورت ایجکس هست این یک حالت مثلا به صورت ایجکس هست البته ایجکس همیشه به این حالته به این حالت همیشه دابل کوت هست اینجا میتونیم جیسون کامپوزر رو به شما نشون بدم البته کامپوزر این یک مثلا مثال ایجکس که یک آبجکت یک کی و بعد یک ولیو در صورتی که این همش آبجکته و میتونه دیتا هاتون اینجوری پس بکنید در صورتی که لرول وقتی شما میگید که مثلا یوزر کولون کولون یا دو نقطه آل به شما جیسون برمیگردنه اونو میتونید به صورت ایجکس اینجا پس بکنید و بعد ازش استفاده بکنید